بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این خبر دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ائتلاف احزاب مخالف هند با کسب 48 صندلی در انتخابات پارلمانی در جامو و کشمیر پیروز شد. کمیسیون انتخابات هند در وبگاه رسمی خود نتایج غیر قطعی انتخابات پارلمانی در جامو و کشمیر را منتشر کرد. بر این اساس ائتلاف مخالف متشکل از کنگره ملی هند و حزب کنفرانس ملی جامو و کشمیر با کسب 48 کرسی از کل 90 کرسی در انتخابات پیروز شد. علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، عملکرد یک ماه گذشته مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین غیر مجاز را اعلام کرد. وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در یک ماه گذشته 4040 مهاجر غیرقانونی و 200 قاچاقچی انسان بازداشت شدند. به گفته یرلیکایا، 82 قاچاقچی انسان روانه زندان شده و 107 دستگاه وسیله نقلیشان توقیف شده است. بررسی نظرسنجی‌های انجام شده در دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد اکثریت جامعه اسرائیلی از ویرانی‌های به بار آمده در غزه رضایت دارند. طبق این نظرسنجی‌های انجام شده، حدود 75% اسرائیلی‌ها معتقدند جنگ در غزه برای دستیابی به اهداف این جنگ کاملاً عادلانه و موجه بوده است. 45% اسرائیلی‌ها حجم فشار وارد شده بر غزه را مناسب دانستند و 36.7% معتقدند اسرائیل طی یک سال جنگ فشار خیلی اندکی را بر غزه وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت بهداشت حماس، حدود 42,000 نفر که بیشترشان غیر نظامی بودند در این یک سال کشته شدند.